تلاش پنج سال زحماتی که حاصلش چشمگیر بود موتر ساخت افغانستان به دست یک مهندس کشور رضا احمدی سازنده این موتر میگوید که موتر تراحی شده توان رقابت در سطح جهان را دارد و تا کنون پیشنهادهای زیاد برای خرید این موتر را دریافت کرده است علاقه من هم داخلی بوده هم خارجی ولی پیشنهاداتی که برای ما میاد بسیار پیشنهادات آماتوری هستن من گفتم ما یک محصول رقابت پذیر برای بازار جهانی تولید کردیم همونطوری باید ما محصولمون به همون کیفیت تولید کردیم و انتظار داریم که پیشنهاداتی که میاد به همون اندازه حرفه‌ای باشه رضا احمدی همراه با یک گروه سی نفری دست به ساخت چنین موتر زده است در ساخت این موتر ده مهندس به گونه مستقیم دخیل بودند شماره از مهندسان این موتر میگویند که به تلاش هایشان در زمینه نوآوری ادامه خواهند داد جایگاه خود پیدا کردم و کار میکنم دوستانی که گزارش مرا را میبینند صحبت ما می میبینند من میبینن ازشان میخوام که هر کاری را که دوست دارند و یک مقدار استعداد دارند، دنبالش بگیرن و برن به سوی بالا خواست می که تیمی کار کنند مثلا یک ایده دارن یک دارن تنهایی هیچ وقت نمیشه یک تیم تیم یک تیم شون یک تیمی عمود پروژه شون ایده پیش بوبرن. رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای میگوید که این موتر چهره ای امید بخش از یک افغانستان بیرون شده از جنگ را نشان میدهد از افغانستان بودن از ویژگی خاصی است که در دنیا فعلا مطرح میشه که افغانستانی که محل جنگ، محل درگیری، محل بدبختی و جنجال بوده در افغانستان چنین موتر ساخته میشه خود یک ویژگی خاصی که به خاطر مرکز توجه تمام دنیا قرار گرفته در حال حاضر کار نهایی سازی این موتر ادامه دارند و انتظار می رود که در پایان در تمامی ولایت ها این موتر به نمایش گذاشته شود. این نخستین موتری است که در افغانستان تراحی شده است و انتظار می رود که در رقابت های جهانی نمایش موتر اشتراک کند و افتخار آفرین شود. اسما ساین، تولو نیوز، کابل.